في جولي بس این هم یه سرپوش و خوابچه سفالی دیگر هست که داره رسانه یک چیزی است که مردم رو آگاه میکنه از مسئولیت هایش است. از اون سلام، امید است که جورو سیتمند سر حال باشیم. امروز با هم میریم به موزیم ولایت غزنی. ولایت غزنی یک قسم که از نامش پیدا هست و همه گشی میدن ام البلاد و عروس شهرها و یا هم به باستانی بودن و تاریخی بودنش مشهور هست و ما هم کوشش کردیم یا کوشش میکنیم که فسادات مختلف از جاهای دیدنی ولایت غزنی برای شما دوستان عزیز ویدیو بگیریم، گزارش تهیه بکنیم و امروز هم اومدیم در موزیم ولایت غزنی ببینیم که داخل موزیم چی دارن و چی هست اینجا و چی نگهداری میشه. با ما باشین و داخل موزیم بریم. سلام علیکم. سلام علیکم. اسمت اول خودتون معرفی بکنید. محمد شفیق یاری هستم، مسئول نمایشگاه موزیم میگه هستم. میریم لیست تقریبا ببینیم چی چی هست برای این قسمت برای ما اینا با معرفی هم بگیم. قسمی که میبینید نمایشگاه ما مختص به دوره اسلامی است و این آثارهای سنگی در حقیقت کتیبه های سنگی که شما در اینجا مشاهده می نمایید کتیبه هایی هست که جهت تزیین پیزاره مساجد و حتی تزیین پیزاره اتاق های مخصوصی حکم روای در عصر غزنوی مورد استفاده قرار می گیرد و هر کتیبه متشکل از سه قسمت است که قسمت بالایی کتیبه آیاتی از قرآن عظیم الشان مارست و خط کوفی چون خط مرسوم در عصر غزنویان رسم خط کوفی بودن آیات از قرآن عظیم الشان در سر هر کتیبه کندمکاری شده و قسمت وسط کتیبه گلبرگ های به شکل خابیده و به شکل بسیار اساسی بزاین شده اما در قسمت پایانی کتیبه نیز بعضی گلبرگ ها به شکل خوابیده کندن کاری شده قسمی که دیده میشه آیات از کلام الله مجید است با رسم خط کوفی کندن کاری شده و این گلبرگ ها به شکل ساده و خمیده و پایین کتیبه گلبرگ های است که به شکل خمیده کار بوده شده میشه تاریخ از اینا هم چقدر؟ اینا حدود 1000 سال قدامت تاریخی دارن یه عصر غزنوی ها دقیق اگر بررسی کنیم از 900 الی 1000 سال قدامت تاریخی دارن یک کتیبه را که می‌بینید در حقیقت سنگ محراب مسجد قصر مسعود سوم است در خود محراب نصب بوده و هم دیزاین و شکل محراب هم به این شکل نگاری شده این در حقیقت یک پنجره بوده یک پنجره که به خاطر تخلیه هوا در اونمو سالون عمومی یا راه رو نصب بوده که آب چه هوای داخل به بیرون هدایت می‌داده و از بیرون به داخل این هم یک کتیبه سر دروازه است سر دروازه که در به احتمال خیلی قوی شاید در سر درازی مسجد نصب بوده باشن و این کتیبه بعدی ما کتیبه ای که از سر قبر چی بده سامده از صحیح علی لالا بده سامده و ای هم مربوط به دوری متکیه باشه قسمی که مشاهده میکنین دو دانه در حقیقت یکی دیزشویه هست دیزشویه سنگی که این روزه ما دیزاینوی فعلی چی رو داریم و یکی هم کفشوری سنگی است. این روزه مثلا کفشورهای پلاستیکی اینا بیشتر مورد استفاده قرار میگیرن ولی در او عصر اینا کوشش میکردن از اونمو ابزار دست داشته یا فرض از موادوی دست داشته ای که در دست دستشون بود اینو استفاده میکردن البته هنر ساختش خیلی مهم بوده ولی در او عصر با بسیار اندک امکاناتی که اونا داشتن چون چیزی را قسم چیز ظریف چون چیزی ظریف این چیز مقبول هست ما دوستا چیزی نمیگم به مدیر خودشون تشکر میگم آثارهای بعدی ما آثارهای سفالی است در حقیقت که تقریبا اکثریت آثارها رو تشکیل میده چون حفریاتی که انجام شده در ساحه منورا بیشتر آثاری که بدست آمده آثارهای سفالی هست و این آثارها بعد از اینکه بدست آمده به موزیم انتقال داده شده و در موزیم روی از آثارها کار شده خیلی هاش نیاز به ترمیم داشته ترمیم شده وقایه شده تا یک آماده نمایش شده انواع و اقسام مختلفی از ظروف سفالی که در او عصر در خانه های مثلا مردم عوام و حتی در قصرهای سلطنتی و مورد استفاده قرار گرفت. با انواع و اقسام مختلف، با دیزاین های مختلف، رنگ و میزی های مختلف و مورد استفاده های متفاوت در خانه. دقیقا نمیخون کوزه و بشون تو زمان هزاری نشکه و همه شده نشکه. چیز خیلی جالب دیگه ای که ما در این چیز شما مشاهده میکنید در این ظروف رنگ و میزهای بسیار خاصی استفاده شدن
و جالب است همه ای که رنگی که در این ظروف مورد استفاده قرار گرفته خیلی یک رنگ پخته بوده، یعنی با گذشت تقریبا 1000 سال از هر کدام از زیر انبار خاک فرض کن زیر آب و گل و حتی باد و باران و زلزله و اینا، یعنی هنوز هم رنگش به شکل خاص مانده. نمونه از تنور سفالیه که در واس مورد استفاده قرار میفته، ممکن نانای بسیار خرد خورده ایش پخته میشده بودن، اما این روزه ما شما میبینیم تنور بسیار کلان کرده است، ولی در واس ممکن است این امی بخاطر پختنی نانهای خاص مورد استفاده قرار میفته. نمونه از لولبه های گیلی است که در زیر نمو کفشور و دشویه که ما گفتم در اونجا در اول با هم دیگه وصل میشده اینا، و این روزه دیگه جای از لولا رو شما از لولای فلزی و حتی پلاستیکی بیشتر آوانگ سنگی است که اصل فعلی ما شما نمونه ایش داریم دیگه در خانه ها خیلی استفاده میکنن و این در حقیقت چراغدانی بود، یک شمدانی که در سر زوی نمو مشعل تیلی رو میگذاشتن و سر از این چراغدانی هم متاسفانه تخریب شده، این در اثر افتیات هم بدست نمیده دیگه. نمونه ای از تیلسوز رو داریم که در واسر مورد استفاده قرار میگفته بوده و یک قسمی بوده که در داخل زیمی کاسگگ از این نمو نفت یا تیلی و زمان هم میرفتن و یک نخ در این سر از این توازان میکرده و سر نخ در میداده و سریف کنه زمو دیگه. شاید خیلی ها یه چیز ها در پیش چشم خود دیده باشن نخ ها دیگه مثل تیل تغذیه کردن روشن دیگه. این نمونه ای از تیلسوز هایی که در زمان مورد استفاده قرار میگرفت. نمونه ای از کاسه های سفالی است که در عصر غزنویان در مجموع در عصر غزنویان مورد استفاده قرار میگرفته بودن و همچنان بعضی از سرپوشهای سفالی نمونه چند نمونه ای از کتیبه های سنگی دیگه ما داریم در اینجا که در سر محراب مسجد قصر مسعود نصب بودن و این هم قسمی که در اول هم یادآوری کردیم که به خاطر دیزاین پیزاری مساجد و حتی اتاق های رهایشی او مردم در وصر مورد استفاده کرد. دیگه این نمونه از کتیبه سنگی است که در سر قبر خود سلطان محمود نصب بوده و متاسفانه در اثر حوادث کمی تخریب شده، اما خوشبختانه که بازم چوکایش بدست اومده و توسط تیم ترمیم موزیم ولایت غزنی دوباره ترمیم شده و آماده نمایش. چند نمونه ای از خشت های مناره تاریخی رو داریم. البته در هر دو مناره تاریخی انواع و اقسام مختلف خشت بخاطر اونمون دیزاینش مورد استفاده قرار گرفته و این خشت ها هر کدامش قالبی جداگانه و رنگ های متفاوت ببینید و پایینش رنگ خوبتر ملاحظه میشه و اونمی دیزاین ها هر کدامش رنگ های متفاوت درش استفاده شده و چه قسمی که در اول اونجا یادآوری کردیم در اون طرف که رنگی که در اون زمان مورد استفاده قرار گرفته خیلی یک رنگ پخته بود. اون زمان دیگه نمیفهمم چی به دست می آورد اما واقعا ماندگارش خیلی زیاد بود. دیگه ایشان نمونه ای از آثارهای سفالی که در اون عصر مورد استفاده قرار گرفته. نمونه ای از کاسه‌های سفالی داریم، جام کاسه سفالی که این روز دیگر این روزا در هر خانه نمونه ای از ظروفی حتی شیشه‌ای و فلزی و با هم بعضی کسا دوست دارن که از خانه استفاده بکنم اصلا شوهرم. دیگه چند نمونه ای از ذخیره‌های تیل داریم که در واسه اونمو مشعلایی که در قسمت دیدیم ما شما یا در حقیقت ذخیره‌هایی بودن که به علاوه خود نظم مشعل دینی ذخیره میکردن و در پالوی نظم مشعل میگذاشتن. زمانی که تیل مشعل رو به تمامی بود اما مسئول شب یا کسی که مسئول فرض کو حفاظت بود این نظمی استفاده میکرد. پایینش هم چیز هست البته بالایش سنگی است، پایینش از جنس سفال نمونه از ظروف سفالی و اما و اقسام مختلفش که در هر خانه ضرورت متفاوت داره. یک اثر متفاوت در سویی از هر که مدار این یک پله ای از یک دروازی سنگ البته در عصر امروزی که ما شما زندگی میکنیم در مقام در وزارتخانه یا در اونم اتاق مقامات بلند رتبه اگر بریم یک در پرده وجود داره و از این در پرده باید رد شی تا بتونی با اونم وزیر بتونی ملاقات کنی. در اون عصر نیمی در حقیقت یک در پرده بودن در اون خود اتاق حاکم و به احتمال خیلی قوی یک نصف از شاید زیر خاک باشه و شاید تخریب شده باشه چون افریات هنوز در غزنی تمام نشده و او سویه هم چی نشده که کلی ساحات باستانی غزنی افریات شده
دیگه ممکن است نیست بزیان بسیم دیگه انبار خواب اقصای مختلف نهی دیدن اشهر اقصا مختلف هر اقصا روشن شد معنای خاص هم دقیقا بیشتر اقصای شعر است که در حقیقت نشان دهنده اون رو قدرت و قدرت و غروری عصر غزمیان بلند شد دیگه در حقیقت یک زیرستونی بودن که در روز در مساجد و همچنان در خانه های کلان استفاده قرار مورده در زیر بین حیث سفل های روزی مورد استفاده قرار مورده و در سر از ستون یا از چوب به سفل نمورد و یا مگر از چوب نبود از سنگ از سنگ از چوب نمورد این به شکل ستون است این دو دانه در حقیقت دو دانه خوم است اصطلاح میش خوم اصطلاح محلی شده گیرم ظرف سفالی یا کوزه محلی مشما کنیم این در عصر غزنویان بیشتر از هزار مدرسه وجود داشته بودن و اینا در حقیقت ظروف میکنند که آب در دن دروازی اون مدرسه را داخل از اینه نتن اون اون طالب رو ما نزدیم آب از استفاده آه رای جا آب از این میرشد در تقنیمی زخرگاه آب دروازی چیزی از که خوب سر نمان برد یک تیرو در ظروفی چی هم داریم آثار فلزی داریم مثلا یک تبرک تبرچه فلزی است و یک هم دیکچه خورد میسی فلزی است و ایش هم در حقیقت یک کفگیر فلزی است اینا هم از عصر غزنویان اینا نه از عصر هوتکی هست و تبرک به احتمال خیلی قوی مربوط به عصر به قرن 17 و 18 میشه بسیار این نمونه از قابای میسی داریم یه مربوط به عصر هوتکی هم میشه این یک دو سه دور دو دور تاریخی دو دور تاریخی بعدتر از عصر غزنویان میشه و اینا قدماتش کمتر از نسل چند نمونه ای از مهره های تزئینی که در حقیقت در عصر غزنویان مورد استفاده قرار می گرفتند و اینا به خاطر نمو زینتی اشیای زینتی یا مهره های زینتی بوده که هم از جنس سنگ ساخته شده از جنس چوب حتی بعضیش از جنس استخوان هم ساخته شده بعضش به شکل سکه هست این در حقیقت سکه نیست این به احتمال خیلی قوی چی است در حقیقت هم قاب یک مهر است خب مهر یک اداره بله بله همون قسم دیدم میشه چیزی حرکم شده داخل باشه دقیقا خب ای بله یک چند نمونه ای از کاشی که در او از مورد استفاده قرار گرفته بودن به شکل ها و انواع مختلف کاشی هایی که در اصل از نمونه استفاده بسیار مقبول و خیلی ظریف هم خیلی جالب است دیگه انواع و اقسام مختلف با دیزاین های مختلف حتی بعضیش با هشت سولی را می نفت مورد استفاده روی این سیش موضوعات دقیقت بکنیم در عصر غزنویان مسائل معماری و اینا خوبتر از آنها بوده دقیقاً در عصر غزنویان روی هنر معماری خیلی بیشتر کار میکرده بودن و حکمرانانی که در عصر غزنویان حکومت کردن اینا کوشش میکردن بهترین معمارهایی را از کشورهای مختلف بیارن برای مرکز رزمی مرکز حکمرانی بودن دیگه اینا مورد استفاده قرار میکردن نمشه این بعضی از نمونه های خوردی از ابزار و آثار سفالی است که در خانه ها مورد استفاده قرار میشه به خاطر چیزی تزئینی باشد اینا به احتمال خیلی قوی اینا شاید به خاطر ساخت یا بعضیش به خاطر ساخت داروهای گیاهی بوده باشن و بعضی های دیگه هم شاید خاص به خاطر چی محافظت از اونمو ادویه های طبیعی که اینا جور میکردن داخل زیر چیزای خیلی ظریف جالب است این هم قیلی از سرکوش و خوابچه سفالی دیگه هست که در اون زمان مورد استفاده قرار از آن این موزیم غزنی بود که ما شما دیدیم مدیر سی بگر برای ما بگوین که چی کسا میتونه از اینجا بازدید بکنه یا روزای خاص را در هفته و برای کسای بازدید کننده داخلی چی قوانین داره برای بازدید کننده خارجی چی قوانین داره در این مورد اکمه موزیم در حقیقت جایی است که آثار و ابزار تاریخی درش نگهداری میشن و موزیم جایی است که نمایانگر از این آثاری که در موزیم نگهداری میشه در حقیقت نمایانگر است یک دوره تاریخی است که این نشاندهنده هویت یک جغرافیا است یک سرزمین یک منطقه است و موزیمی که در غزنی ما فعال کردیم این موزیم بروی همه باز است یعنی مطابق رسمیات مطابق قانونی کارکنان خدمات ملکی همه روزه برای مراجعه باز است و هیچ گونه ممانعتی برای هیچ کس نیست یعنی همه میتونن از موزیم بازدید کنن
هم از متعلمین، محسنین، مردم عوام خارج از غزنی، این همه میتونه از مدیر غزنی بسید. یک دو چیز خود جالب چشم خورد، فکر کنم برای پیش قصر استفاده نشده یا دان دروازه؟ خب این دو اثر، پاشو نکرد برای خود، دو اثر در نام دهنه شیر است، دهنه شیر یا شیر سنگی. در عصر غزنویان یک باغ بسیار معروف به اسم باغ فیروزه بود در قدیر روزه. و این باغ بوده که در حقیقت نمی مهمانان خارجی هر شاه در هر دوره‌ای که حکمرانی میکردن از خارج میومدن و در این باغ به حیث تفریحگاه میرفتن. این دو دهنه شعر در حقیقت این فکر کلمه خود دروازه باغ است، دروازه ورودی، و این دو شعر در نمی هر دو کنار از این نصب بوده. در هر دو کنار از این نصب بوده و آب از طرف بالا می آمده بود و از دهنه سنگ شکر به مدار می تو پایین می آمده. باید مانا خیلی خیلی شاید بعضی از جذابیت ها در روی ازی هم چی بوده نست بوده ولی متاسفانه دیگر روشون از او زمان ما دیگر گفتون که هزار سال قدمان تاریخی برد دیگر در اثر حوادث تخریب شده و بردن شده و بردن شده دیگر فقط این دو دانه دهنه خود دهنه شعر سنگی آمده. فکر کنم خود است که محمود مجد هست همون جا خود آره دیگه همون جا هست. خب از این برنامه ما بود از مرکز موزیم ولایت غزنی و کسایی که اینجا نتنن بیاین ببینن جذابیت های ولایت غزنی، زیبایی ولایت غزنی دیدن بکنن و رسانه های دیده باش خواهد هستن بیاین نکاس بتن برای کسایی که هنوز از جذابیت غزنی خبر ندارن دیگه بیاین ببینن لذت ببرن. مدیر سیبم اگر در اخیر کدام پیام داشته باشه، کدام گفتنی داشته باشه، کمی هم خیلی داشته باشه. خب ما تقدیر تشکر میکنم از همه دستندرکارانی که در رابطه آثار تاریخی، حفظ و آثار تاریخی همکاری میکنن و این در حقیقت رسانه یک چیزی است که مردم را آگاه میکنه از مسئولیت هایش است. ما یک گفتنی دارم برای تمام بینندگان و گفتنی ما این است که آثار تاریخی در حقیقت نشان دهنده هویت تاریخی ماست. و این تنها آثار تاریخی مربوط به اطلاعات فرهنگ نمیشه بلکه آثار تاریخی مربوط به ملت افغانستان است. و پس بیایید دست به دست هم بدهیم و از اینمی گذشته تاریخ خود یا از تاریخ زنده گفتن تاریخ زنده خود حفاظت کنیم و در هر گوشه و کنار این مملکت که زندگی میکنیم باید اینمی آثار تاریخ را حفظ کنیم. سپاس. تشکر.